افشای بذل و بخشش خاک سرزمینی ایران به طالبان به دست جمهوری اسلامی، داستان دیواری امنیتی که با بی‌توجهی سپاه پاسداران تمامیت ارضی ایران را در خطر قرار داد. از خاتمی و روحانی و احمدی نژاد تا استاندار وقت و قرارگاه خاتم الانبیا، کارگزاران علی خامنه ای چگونه بیش از 5500 هکتار از خاک سرزمینی سیستان را به آغوش طالبان فرستادند. سوختم اون زمین ها کشاوردی ما را با بر وجب وجبی این خاک خون دادی. الان نکتر کرد زمین ها ما را تحویل افغانی داده. در دومین سالگرد روی کار آمدن طالبان در افغانستان، بخشی از خاک ایران در همسایگی افغانستان در معرض خطر قرار گرفته. اینجا در فاصله بین دیوار امنیتی سیستان در نزدیکی زابل و مرز ایران و افغانستان، 2 تا 5 هزار هکتار از مزارع کشاورزی اهالی منطقه که پشت این دیوار قرار گرفته از دسترسشان خارج شده. تابستان سال گذشته نیروهای طالبان در منطقه مرزی زهک در سیستان به روی نیروهای مرزبانی ایران آتش گشودند. آن موقع جمهوری اسلامی نماینده ویژه‌اش در امور افغانستان را به کابل فرستاد تا هر طوری شده سرتای قضیه را هم بیاورد. پس از حمایت‌های جمهوری اسلامی از طالبان که کمتر دولتی حاضر شده ننگ حمایت علنی از آنها را به جان بخرد، حمله طالبان به مرزهای ایران توفی سربالا بود. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند دلیل درگیری را عدم آگاهی حاکمان جدید افغانستان با مسائل حقوق بین‌الملل و اصول مرزداری بدانند. جمعیتی که الان حاکم شدن در ولایت نیمروز اطلاعات کاملی از حوزه مرز ندارن که ما این زمین‌های پشت دیوار زمین‌های جمهوری اسلامی ایران هست و نقطه صفر مرزی خط القهر رودخانه نقطه صفر مرزی است. حالا خودتون نیم سانتی مشکیره کچکوش طرفو بریم. اما انتشار این ویدیو از چانه زدن نیروهای طالبان با ایرانی‌ها بر سر تنها 2.5 سانتی متر نشان داد که اتفاقا آنها می دانند و دندان طمعشان را به خاک ایران فرو کردند. پیش از روی کار آمدن طالبان، دولت پیشین افغانستان فاصله بین دیوار امنیتی و مرز ایران را که حق مسلم ایران بود تا حدی محترم نگه می داشت. اگرچه همان موقع هم اوضاع بر وفق مراد نبود. تمام این زمین ها از آبا و اجدادمون به ما رسیده. همش موروثیه. این دیوار مرزی 500 متر در خاک ایرانه. ما عشایر بلوش قبلا با کارت سبز هر روز میتونستیم بریم سر زمین‌های کشاورزیمون، اما الان دیگه سخت شده. اونی که آشنا داره به مامورهای مرزی پول میده و میره سر زمین و اونی هم که آشنا نداره نمیتونه بره و زمینش مونده اون داره مرز. اگه کسی از طایفه‌اش اون داره مرز باشه به زمین میرسه. در واقع هم باید توی مرز ایران آشنا داشته باشیم و هم ولایت نیمروز، اما چون اکثر ماها بستگان درجه 2 مون اونجا هستن، زمینامون رو تصاحب کردن و ما موندیم با دست خالی. هر بار میریم اعتراض میکنیم مامورا میگن دارین حلش میکنیم، ولی طالبان کوتاه نمیان و برای همین ارتباط سخت شده. حبیب الله دهمردی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان که الان نماینده مردم زابل هست، بیشترین نقش رو در ساخت دیوار مرزی داشته. ما مردم منطقه ایشون رو از عوامل اصلی این شاهکار میدونیم. نماینده فعلی زابل و استاندار سیستان و بلوچستان در دوره احمدی نژاد این روزها در مجلس از کمیسیون امنیت ملی میخواهد به این موضوع رسیدگی کنه، اما او در خلق این شاهکار تنها نبود و مجموعی از مقام‌های عالی نظام خاک ایران را در معرض خطر قرار دادند. مرز شرقی ایران از سالیان دور دروازه ورود مواد مخدر از افغانستان بود. در نزاع میان گروه‌های قاچاقچی و نیروهای مرزبانی ده‌ها سرباز مرزبان کشته شدند. از چند دهه قبل مراقبت از این مرزها به سپاه پاسداران سپرده شد. سال 77 زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفته بود، سپاه پاسداران طرح ساخت دیوار امنیتی را به شورای عالی امنیت ملی برد. در دوره‌ای که خاتمی رئیس جمهور بود و حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک سال پس از آن که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شده بود، قربان علی صلواتیان از فرماندهان واحد تخریب سپاه در دوران جنگ در رشته توییتی تایید کرد که مجری این پروژه قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران بوده و او مدیر یکی از مؤسسات مجری قرارگاه برای اجرای این طرح. دیوارهای مرزی در جهان اگرچه انگشت شمارند، اما قواعد خاص خودشان را دارند. از دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک موسوم به دیوار ترامپ تا همین دیواری که ترکیه در مرز با ایران ساخته، کشورها معمولا این دیوارها را با اندکی فاصله از مرز می‌سازند. مثلا ترکیه به اندازه یک خندق با مرز فاصله گذاشته، اما سپاه پاسداران نه 5 متر و 10 متر بلکه دیوار امنیتی را در محوری مستقیم
در عمق 100 تا 500 متری خاک ایران ساخت بدون توجه به مرز قانونی ایران با افغانستان. همون موقع هم 5500 متر مربع از خاک ایران آن سوی دیوار قرار گرفت. تریک سپاه در دوره خاتمی و با رأی تکمیلی علی خامنه‌ای تصویب کرد، اجرایش در دوره احمدی نژاد هم ادامه داشت. دیواری که بعداً با تأکید اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی تا 130 کیلومتر هم رسید. به نام مقابله با قاچاق مواد مخدر در همون روزهایی که احمدی نژاد تایید کرد که عمده قاچاق در کشور را فرماندهان سپاه یا همون برادران قاچاقچی مدیریت می‌کنند. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، جمهوری اسلامی به دلیل خصومت با آمریکا از حکومت این گروه تندروی مذهبی استقبال کرد و مقام‌های طالبان که پیشتر هم از خاک ایران علیه دولت مستقر در کابل فعالیت می‌کردند به تهران آمدند. زمانی که یک نماینده مجلس طالبان را جنبش اصیل منطقه خواند، حمایتی که همچنان ادامه دارد. روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران به مناسبت دومین سالگرد رویکار آمدن طالبان از این گروه تمجید کرد و بچیده شدن حضور نیروهای آمریکایی و ناتو، تأمین ثبات سیاسی و امنیتی، افزایش شاخص شفافیت و کاهش فساد را از نقاط روشن حکومت طالبان دانست. همان حکومتی که اردیبهشت ماه گذشته زمانی که ابراهیم رئیسی درباره حقابه هیرمن به آن هشدار داد، اعضایش با دبه‌های آب رئیس دولت جمهوری اسلامی را مسخره کردند و به نوشته بلومبرگ بمب‌گذاران انتحاری طالبان آماده عملیات علیه ایران شدند و دولت طالبان چندین بمب را به نزدیکی مرز ایران فرستاد. حالا با وجود طالبان رشته کار کلا از دست مردم منطقه در رفته و طالبان زمین‌ها را تصاحب کرده و می‌گوید مرز همان دیوار است، نه رودخانه هیرمن، در شرایطی که آب این رودخانه را هم به سوی مزارع افغانستان منحرف کرده. نتیجه هماغوشی جمهوری اسلامی با طالبان بر بالینی که سپاه پاسداران به نام دیوار امنیتی ساخته، تقدیم آب و خاک به طالبان، مسیحی ناتمام برای تمامیت ارضی ایران. مشتبه پور محسن، لندن.